دیدگاهی است که هممیهنان ما دانسته یا ندانسته تهمتهای ناروا و ناآشنا به موبدان میزنند مبنی بر اینکه موبدان سبب فروپاشی شاهنشاهی ساسانی شدند. اکنون به این جسار میپردازیم. نخست دلایل داخلی را بررسی میکنیم. 1. تفرقه اندیشه. مهمترین دلیل فروپاشی ساسانی به وجود آمدن تفرقه اندیشه در دل ایران شهر بود. کسانی همچون مانی و مزدک با اندیشه های غیر انسانی جامعه ایران شهر را زهرآلود کرده بودند و پیروان آنها هم هیچگاه بر زیر درفش کاویان نمی نشستند. در زمان جنگ قادسیه هم تنها سپاه قادوس یا کادوس که به مردمان گیلک و تالش گفته می شد برای ایران جنگید و سپاه بزرگ خراسان که از مهمترین سپاه ایران شهر بود به دلیل مزدکی شدن فرماندهشان ماهوی سوری برای ایران نجنگید. چندی از سپهسالاران ارتش شاهنشاهی ساسانی همچون سام، کیوان، آزرتوش و بیژن هم به دلیل مزدکی شدن از جنگیدن برای ایران سرباز دادند. 2. جدایی بخش‌های ارزشمند ایران شهر. رومیان هزار سال پیاپی از ارتش اشکانی و ساسانی شکست خورده بودند و در صدد برآمدند تا با جدایی سرزمین‌های ایرانی و به وجود آوردن تفرقه اندیشه از درون ایران شهر ساسانی را به خاک و خون بکشند. آنها سازمان‌های اطلاعاتی تشکیل داده بودند و افرادی را پرورش می‌دادند و به ایران شهر می‌فرستادند. برای نمونه اشخاصی چون مزدک و آناک و گریگور روساویچ پرورش یافته روم بودند. در زمان ساسانیان دو سپاه بزرگ ایران از ناحیه کافکاز یا قفقاز و ارمنستان بود. گریگور روساویچ با ترویج باور ترسایی این دو بخش را از شاهنشاهی ایران شهر جدا کرد و دیگر ارمنستان و کافکاز برای ایران نمی جنگیدند. 3. جنگ های 20 ساله با روم. در زمان خسروپرویز جنگ های بیهوده 20 ساله با روم آغاز گشت و نتیجه این نبردها برای ایران تنها و تنها فرسودگی شدید سپاه ایران و پایین آمدن روحیه جنگاوری سپاهیان شد و نارضایتی مردم را به همراه داشت. 4. مسیحی شدن برخی از شاهان ساسانی. دو همسر خسروپرویز مسیحی بودند و فرزندان آنان هم مسیحی شده بودند. شیرویه فرزند خسروپرویز که مسیحی هم بود، پدرش را به دادگاه کشید و کشت و سایر برادرانش را هم از دم تیغ گذراند. در 50 سال پایانی ساسانیان تنها یک پادشاه برای تاجگذاری به آتشکده استخرف و ایشان هم یزدگرد سوم بود و بقیه این شاهان چون اغلب مسیحی بودند به دین رسمی ایران شهر بی‌اعتنایی می‌کردند. 5. دور افتادن دین از حکومت. دین و حکومت دو برادر هستند که باید در کنار هم باشند ولی هیچگاه نباید در هم آمیخته شوند. اگر دین در سیاست آمیخته شود فساد به وجود می آید و اگر سیاست در دین آمیخته شود باز هم فساد ظاهر می شود. برخی در باوری خنددار و بی‌پایه می گویند در پایان حکومت ساسانیان مردم از موبدان تنفر داشتند، حالان که می بینیم با ورود تازیان به ایران مردم شهرها از موبدان تقاضا داشتند که با سران تازیان رایزنی کنند تا کشتاری رخ ندهد. پس چگونه می شود مردم از موبدان تنفر داشته باشند حالان که موبدان را مشاور و نماینده خود می دانستند؟ در 50 سال پایانی شاهنشاهی ساسانی چون بیشتر شاهان ساسانی مسیحی بودند موبدان به کناره رفته بودند و دیگر نام هیچ موبدی در قدرت دیده نمی‌شد و این دور افتادن دین و موبدان از فرمانروایی سبب نارضایتی مردم از شاهان شده بود. حال میتوان به آسانی مقایسه کرد هنگامی را که موبدان در کنار پادشاهان بودند، همچون موبد تنصر در کنار شاهنشاه اردشیر پافکان یا موبد کرتیر در کنار شاهنشاهان شاهپور هرمز و بهرام که ایرانیان در اوج قدرت و شکوه بودند با زمانی که موبدان از قدرت به دور افتادند. حال دلایل خارجی شکست ایرانیان از تازیان را بررسی می‌کنیم. 1. همپیمان شدن تازیان با دو امپراتوری بزرگ آن زمان. شاید با نگاهی ساده تنها تازیان را در آن زمان دشمن ایران بدانیم، ولی دشمن نخست ایرانیان امپراتوری روم بود که از تازیان در این جنگ‌ها پشتیبانی می‌کرد و همچنین امپراتوری چین. امپراتوری چین نخست همپیمان شاهنشاهی ساسانی بود، ولی با تلاش امپراتوری روم و به دست آوردن منافع بر ضد ایران شهر شد تا با فروپاشی شاهنشاهی ساسانی بتواند آسان‌تر کالاهایش را به روم برساند. امپراتوری روم هم که دشمن شماره 1 ایرانیان بود، جنگ‌های هزار ساله با ایرانیان را در خاطر داشت. 2. وحشیگری و کشتارهای بسیار تازیان. با ورود تازیان کشتارهای بسیاری در ایران شهر رخ داد و این سبب شد مردمانی که به فکر ایستادگی و مقاومت بودند کمتر بپاخیزند. شاهنشاهان ایرانی در تمام تاریخ مردمان تازیستان را مورد حمایت داشتند، ولی به راستی که آنان لیاقت این مهر ایرانی را نداشتند. مهمترین دلایل فروپاشی ساسانیان دلایل داخلی بود که شاهنشاهی ایران شهر را به نابودی کشید. بیشک شما هم این سخن را بارها شنیده اید که سختگیری موبدان موجب فروپاشی ساسانیان شده است. حال بیایید متون پهلوی را بررسی کنیم تا ببینیم موبدان در چه دوره‌هایی از حکومت 430 ساله شاهنشاهی بزرگ و با شکوه ساسانیان در حکومت بودند و آیا در دهه‌های آخر حکومت ساسانی اصلا موبدی در مهستان وجود داشته یا خیر. در آغاز دوره ساسانی که ایران در اوج قدرت و شکوه خود بود، نام موبدان بسیاری به چشم می‌خورد. در زمان اردشیر پافکان، نخستین شاهنشاه ساسانی نام موبدانی مانند موبد تنصر و همچنین ماهان و ماهداد را می‌بینیم. در زمان پسر اردشیر شاپور یکم و سپس هرمز یکم، بهرام یکم تا بهرام سوم نام موبد کرتیر بیشتر از دیگران به چشم می‌خورد. در زمان شاپور دوم نام موبدانی همچون بهک، مهربراز، مهرکاوید، آدرشک، آدیابن، آذرپره، دورنامیک، پویسینشاد، یودانیم در نوشتارهای تاریخی آورده شدند. در دوره 70 ساله شاهی شاپور دوم نام موبد آذرپاد مهراسپندان را در میان اسناد تاریخی می‌یابیم. این دوره زمان خرابکاری های مسیحیان در ایران بود. آنها زرتشتیان را آزار داده و آتشکده ها را به آتش می کشیدند. در زمان یزگرد یکم موبد آذربوزی را داریم. در زمان بهرام گور زرگانداد و مهرشاپور از جمله موبدان سرشناس بودند. در روزگار یزگرد دوم همگدین موبد موبدان بوده است.
در زمان کوباد یا قباد یکم و فرزندش انوشیروان نام آذرفروغ بغ، آذربز، ویشاور، آذرمهر، بختآفرید و دادهرمز به عنوان موبدان مهم آورده شده است. و پس این موبدی که نامش را در روزگار انوشیروان دادگر در متون می‌بینیم، آزادشاد است. از تاریخ درگذشت انوشیروان دادگر که سال 579 ترسایی است تا سال 636 ترسایی که جنگ قادسیه رخ می‌دهد، نام هیچ موبدی را در اسناد تاریخی نمی‌بینیم. تنها در مقدمه شاهنامه ابو منصوری اشاره‌ای به نام فرخان به عنوان موبد موبدان زمان یزدگرد سوم شده است. این یعنی دقیقاً در واپسین دهه‌های روزگار ساسانی، از سال 579 تا 636 که نزدیک به 60 سال است، اثری از موبدان دیده نمی‌شود. چگونه موبدان موجب ناخرسندی مردم در آستانه حمله اعراب مسلمان شدند، در حالی که طبق اسناد تاریخی در 60 سال پایانی شاهنشاهی ساسانیان موبدان به گوشه‌ای رانده شده بودند. خسرو پرویز داماد امپراتور بیزانس روم مسیحی شده بود. شیرویه که از مادر مسیحی بود به ولیعهدی دست یافته بود. برخلاف رسم کهن ساسانیان، هیچ کدام از شاهان این چند دهه پایانی پیش از تاجگذاری و بر تخت نشستن به آتشکده شهر استخر در استان فارس کنونی نرفته بودند و نامی از موبدی مشهور در سندی و نوشته‌ای آورده نشده است. باید یادآور شویم که تنها یزدگرد سوم که خردسال بود در خردسالی به آتشکده شهر استخر رفته بود. برخلاف ادعای ایران ستیزان، دور افتادن جامعه از اندیشه ایران شهری و آیین و فرهنگ زرتشتی که هویت جامعه ایران بود، کشور را آسیب پذیر ساخته بود و فاصله گرفتن جامعه ایرانی از ایدئولوژی ایرانی و تهی شدن از باورهای سنتی و ملی، راه را برای نابودی روحی روانی ایرانیان هموار نمود و ما را در آستانه پرورش مسلمانان تازی بی پدافند و ناتوان ساخت. موبدان در 60 سال پایانی نقشی در ایران شهر نداشتند و همین امر پیوند استوار دین و دولت را که در آن روزگاران امری بنیادین و ضروری برای پاسداری از کیان کشور و منافع ملی بود، سست و ناکارآمد نمود. نیکنامی موبدان پس از ورود اسلام به ایران در چامه‌های چامه‌سرایان پارسی به روشنی پیداست. برخلاف این باور که موبدان منفور و سبب فروپاشی ساسانیان شدند، نیکنامی موبدان پس از ورود اسلام به ایران در چامه‌های چامه‌سرایان پارسی به روشنی پیداست. چکامه‌های زیر خود زبان گویای مردم هستند. حکیم ابوالقاسم فردوسی طوسی، قرن چهار. چنین گفت که موبد که مردن به نام، به از زنده دشمن بدو شادکام. چنین دارم از موبد پاک یاد، چو ایران نباشد تن من مباد. حافظ شیرازی، قرن هشت. تازه میخانه و می نام و نشان خواهد بود، سر ما خاک ره پیر مغان خواهد بود. حلقه پیر مغان از ازلم در گوش است، بر همانیم که بودیم و همان خواهد بود. سعدی شیرازی، قرن هفت. همی گفت و حاتم پریشان چو مست، بدن نانز حسرت همی کند دست. که ای بهره ور موبد نیک نام، چرا پیش از اینم نگفتی پیام. مولوی بلخی، قرن هفت. چون تلف عشق موبد شدی، گر تو یکی روح بودی صد شدی. مست و خراب و خوش و بی خود شود، خلق چو تو جلوه‌گر خود شدی. صنایع غزنوی، قرن چهار. صحبت زنار بندان پیشگیر، خدمت جمشید آذرفام کن. با مغان اندر سفالی باده خور، دست با زرتشتیان در جام کن. چون تو را گردون گردان رام کرد، مرکب ناراستی را رام کن. عطار نیشابوری، قرن شش. بشد آن موبد دانا دگر روز، به میدان برد صد کودک دل افروز. نظامی گنجوی، قرن پنج. از آن در خوشاب آن سنگ سوزان، چا آتشگاه موبد شد فروزان. ز روی آن که بود خرم بهاری، شد آن آتشکده چون لاله‌زاری. چه زهره به بابل در آمد نخست، ز هاروتیان خاک آن بوم شست. بفرمود تا آتش موبدی کشند از هنرمندی و بخردی. حسن نامی زند را تر کنند، وگر نه به زندان دفتر کنند. منوچهری دامغانی، قرن پنج. به روزگار دوشنبه نویز خور به نشاط، به رسم موبد پیشین و موبدان موبد. بگیر روز سه‌شنبه به دست باده ناب، بخور که خوب بود عیش روز سه‌شنبه. مهستی گنجوی، قرن پنج. در میکده پیش بت تحیات خوش است، با سافر یک منی مناجات خوش است. تسبیح و مصلای ریایی خوش نیست، زنار مغانه در خرابات خوش است. خواجوی کرمانی، قرن هفت. خط زرنگاریت بر صفحه ما، سوادی از مثال آسمانی است. مغان زنده دل را خوان که در دیر، مراد از زندخانی زندخانی است. اوحدی مراغعی، قرن هفت. در آن میانه نشانی ز دوست پرسیدم، مرا معاینه پیر از آن میانه نمود. چو روز شد همه شکر مغان همی گفتم، که این فتوح هم از آن باده مغانه بود. عبید زاکانی، قرن هشت. ز دوستان و عزیزان که باشد آن که مرا، نشان به کوی مغان و می مغانه دهد. شاه نعمت الله ولی، قرن هشت. بینوایی ما و ذوق نیستی، باز پرس از عاشقان بینوا. عاشق و مستیم در کوی مغان، دنیا و عقبا کجا و ما کجا. عاطف اصفهانی، قرن دوازده. خالی است گر خم فلک زباده نشاط، غم نیست چون زمی خم پیر مغان پر است.
همان شاعر در سرود دیگر می نویسد: آخر کار شوق دیدارم سوی دیر مغان کشید انان. در پایان باید گفت زنار یا زنار که در چامه ها یا چکامه ها آمده است به معنی شالی است که زرتشتیان به کمر می بندند و آن را کشتی یا کشتی می گویند و هنوز نیز در بین زرتشتیان بستن سدره و کشتی از اهمیت بالایی برخوردار است. همچنین در زمان قدیم کتاب مقدس ایرانیان اوستا با شرح پهلوی آن زند نامیده می شده است.